سلام، در آستانه بهار سینماها با فیلم‌های جدید نونوار شدن. آقا جان این بمب خبری چی بود گفتی؟ بیشترشون حال و هوای طنز و کمدی دارن. فیلم‌های اجتماعی و پویانمایی هم که از قبل روی پرده بودن، همچنان به نمایششون در نوروز ادامه میدن. مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم. غریب با موضوع دفاع مقدس و نگاه ملی، فیلم غریب از فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم فجر به روی پرده اومده. سازمان سینمایی درباره این پرسش که چرا فیلم‌های بیشتری از جشنواره فجر که اتفاقاً جایزه هم گرفتن اما الان در نمایش نوروزی نیستن، میگه خودشون نخواستن. به دلیل تقارن عید نوروز امسال با ماه مبارک رمضان و البته فاصله کم عید نوروز و عید سعید فطر، تعدادی از تهیه کنندگان تمایلی به اکران فیلمشون در این مقطع نداشتن و برنامهشون این بوده و هست که در مقاطع دیگری مثل عید سعید فطر یا حالا در مقاطع بعدتر در واقع آثارشون رو اکران کنن. از آمارهای متنوع سینمایی در سالی که گذشت هم بشنویم. مثل حدود 500,000 نفری که با وجود بعضی مشکلات و افتخیزها سینما رو تحویل گرفتن. مثل 131 سالونی که به سینماها اضافه شد. قریب 17,000 صندلی در سال 401 به چرخه اکران کشور اضافه شد. تا به حال 18 استان کم برخوردار که شهرهای فعال سینما درشون هستن، قریب 51 سالن رو تفاهم کردن که با حمایت‌های 50% استان و 50% سازمان سینمایی انشالله به چرخه اکران اضافه شن. برنامه‌های تئاتر در بهار پیش رو از 27 فروردین شروع میشن. ایام تعطیلات تئاتر نداریم به جهت اینکه توی ایام به هر حال ماه مبارک رمضان هستیم. برنامه‌ریزی شد که از 27 در خدمت دوستان باشیم. از حوزه هنرهای تجسمی هم خبر میرسه که اولین فعالیت‌ها در سال جدید همزمان با نمایشگاه قرآنه. بخشی رو به عنوان بخش هنر تجسمی مسئولیت موضوعش به عهده مرکز گذاشته شده که انشالله اونجا یک برنامه جدی رو خواهیم داشت. تودی و معارفه مرضیه برومند به عنوان مدیرعامل جدید خانه سینما در روزهای گذشته در محل نهاد صنفی برگزار شد. البته یه تودی و معارفه بدون پرسش و پاسخ و حضور خبرنگارها. مرضیه برومند در این مراسم گفته حالا دیگه یک شخصیت حقیقی ندارم. الان یک جایگاه حقوقی دارم که بر اساس اون بیشتر بر مبنای تعامل و گفتگو و همفکری عمل می کنم. اجراهای صحنه‌ای موسیقی که یک ماه پیش با جشنواره موسیقی فجر گرم‌تر شدن، همونطور که یک اسفند ماه پرتکاپو با حضور حداکثری خواننده‌ها رو سپری کردن، 180 سانس هنری برای موسیقی فقط در اسفند ماه اجرا شده، در ایام نوروز هم ادامه دارن. تقریبا همه خواننده‌های شناخته شده، حتی اونها که قبلا اعلام کرده بودن دیگه برنامه اجرا نمی‌کنن و نمی‌خونن، این روزا در حال تبلیغ برای فروش بلیت‌ها و اجرای کنسرت‌هاشون هستن.